نامه 23 سناتور دموکرات ایالات متحده شامل سناتور کارلوین لوین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا به باراک اوباما به دنبال نامه های همزمان 83 سناتور و 394 نماینده کنگره ضرورت برچیدن برنامه اتمی رژیم آخوندی بازدیدهای سرزده و دسترسی کامل به کلیه سایتها، نگرانی از حمایت دیکتاتوری آخوندی از تروریسم و سابقه وحشتناک آن در نقض حقوق بشر به دنبال نامه های همزمان 823 سناتور و 394 نماینده کنگره به رئیس امور آمریکا برای تشدید تحریم ها علیه رژیم ایران در صورت عدم موفقیت در مذاکرات هسته‌ای یک گروه 23 نفره از سناتورهای آمریکا از حزب دموکرات بر لزوم برچیدن زیرساخت های برنامه اتمی رژیم آخوندی تاکید کردند در نامه 23 سناتور دموکرات به باراک اوباما از جمله آمده است ما امیدواریم که یک قرارداد کامل دیپلماتیک زیرساختهای های برنامه هستهی رژیم ایران را کاملا از بین ببرد این زیرساختها شامل برنامه آب سنگین عراق، غنیسازی اورانیوم و سایت های مرتبط به آن نباید برای ساخت سلاح اتمی مورد استفاده قرار گیرد ما معتقدیم که توافقات به دست آمده باید شامل مرحله شفاف سازی باشد تا تضمین کند رژیم ایران توانایی ساخت مخفیانه سلاح اتمی را ندارد این رژیم باید به طور کامل تدابیر حفاظتی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را به اجرا بگذارد به همه سوالات آژانس پاسخ دهد و با پروسه شفاف سازی پیشنهاد شده از سوی رئیس آژانس کاملا همکاری کند. رژیم ایران همچنین باید به تمامی تدابیر حفاظتی لازم برای تضمین اجرای این قرارداد احترام بگذارد و آنها را اجرا کند. برخی از این اقدامات شامل بازرسی های سرزده و دسترسی کامل آژانس به تمامی سایت هاست که شامل سایت های نظامی، و مصاحبه با دانشمندان برنامه هسته ای می شود ما انتظار داریم که دولت شما کنگره را در جریان کامل پیشرفت این مذاکرات قرار دهد هر گونه رفع تحریم دراز مدت نیاز به رأی کنگره دارد ما از شما می خواهیم که با ما در ارتباط نزدیک باشید تا در صورت دستیابی به قرارداد نهایی بتوانیم ابعاد رفع تحریم ها را مشخص کنیم و در صورتی که قرارداد نهایی به دست نیامد و رژیم ایران آن را نقض کرد با اقدام سریع محاسبات آن را به هم بزنیم میستوسه سناتور ایالات متحده همچنین خاطر نشان کردند اگرچه مذاکرات پنج بلاوی یک بر روی پروژه هستی تمرکز دارد اما ما به شدت نگران موضوع حمایت رژیم ایران از تروریسم و سابقه وحشتناک این رژیم در نقض حقوق بشر هستیم سناتورها در این نامه خطاب به اوباما تاکید می کنند ما خواهان درگیری نظامی نیستیم ولی همانطور که خود شما نیز اشاره کرده اید باید همه گزینه ها را روی میز نگه داشت تا از دستیابی این رژیم خطرناک به سلاح هستی جلوگیری کنیم